آزادی برای اینها مقدسه. دونه دونه عدد رو میگم و شهر میدم. اینا اعتقاد داشتن خود سلیمان معبد خودشو نساخت. ما تو قرآن اومده کی ساخت معبد واسش؟ جنها ساختن. آیه سریع قرآن میگه واسش حمالی میکردن. 72 تا از بزرگان شیاطین رو به سلابه کشید حضرت سلیمان. تو دهنی بود که خدا به یهود زد، گفت جنگیری میخوا، یه جنگیری درجه یک واسه بفرستم تو ببینی یعنی چی. 72 تا از بزرگترین شیاطین گنده های اجنه رو به خدمت گرفت، سلابه کشید، اینا واسه حمالی میکردن، دیگه غذا درست میکردن، ساختمون درست میکردن، قباسی میکردن، از این دریا واسه شنو مروارید میابردن بیرون. 72 میشه عدد قدرت یهود، خیلی جالب. در یهود 72 عدد قدرت. عدد 9 اینجا نمیگن که یه وقت شیاطین واسه چی ساخته ها، معبد ساخته، گفتن شخصی به اسم هیرام معبد ساخته. کتاب کلید هیرام نویسندش دوتا ماسونن، خودشون فراماسونن اعلام کردن، یکیشون کریستوفر نایتون، یکی یادم. این اومد اون عمله ها و بنه ها و اینا رو، اصلا فری میسن یعنی چی؟ میسن یعنی چی؟ بنا معمار. این بنه ها رو سه دسته کرد. حالا ببینیم چرا اسمش اونجوری شده. اولا شاگرد، شاگرد چی؟ سفکیر اومد، ما بهش میگیم چی؟ عمله. دوم این درجه ابزاریار، اونی که باز پای کنار استاد وای میسته، ابزار بهش میده، کمکش میکنه، اما عمله صرف هم نیست. سوم میشه استاد بنا. برای هر کدوم این اسم رمزی تهیه کرده بود. تو کارت یه روزت انجام میشد، بلند میشدی میرفتی صندوق، میخواستی حقوقتو بگیری، اسم رمزتو میگفتی، میفهمیدن عضو لایه دومی، سومی، اولی، هر حقوقتو. چند نفر اومدن هیرام بهش بشاره بردن که اسم اون استاد بنا رو ما بده، ما بریم پولشونو بگیریم. این نگفت، گرفتن تکه تکش کردن. تو داستانهای فراماسونری اومد، تکه تکش کردن. 9 نفر از معماران دنبال هیرام رفتن، 9 نفر از معماران دنبال هیرام رفتن و تونستن هیرام رو نجات بدن. تکه های بدن هیرام رو هم چسبوندن، دوباره جان گرفت. اونو اینا میگن 9 عدد مقدسشون میشه. بعد دستکش سفیدم نماد مقدسشون میشه، به نشانه این که در توطئه قتل هیرام دست نداشتیم. دستکش سفید ما پاکیزیم. حالا میفهمی چرا سونی که دستکش سفید داره، میکی ماوس دستکش سفید داره، همه عموم کارتونه که درست میکنن دستشون سفیده. ماریو آرچخورد بود بازی میکردی، درسته؟ تو سال 2008 یه بازی ساختن، ماریو ان سونیک ات ده اولمپیک گیمز، یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های سالم شد. ماریو و سونیک در... عزیزم این ماریو و سونیک کیلو چنده؟ ماریو و سونیک به هم چسبید، ما سونیک درست شد. برنامه ریزی اصلا دیوانه بار اینا نمادگران. ببینید اگه تأکید میکنم بر نمادگرایی، نمیخوام جعبه مداد رنگی بردارم جلسات نقاشی بکنم، به خاطر اینکه دیوانه بار نمادگران اصلا عجیب زاید الوصف. برمیگردیم سراغ عدد بعدی، 11، مهمترین عدد. برای چی؟ نشان دو تا ستونی بود که جلوی معبد سلیمان بوده، بواز و جاشین. بواز ستون سمت چپ، جاشین ستون سمت راست، یکی سفید اون یکی قرمز. حالا میفهمی چرا پرچم ایالات متحده یکی سفیده که قرمز یکی در میونه. 11 اگه به چرخونی چند میشه؟ تمام عددهایی که اگه به چرخونیش تغییر پیدا نمیکنه یا تغییر پیدا کنه معنی میده، برای اینا مقدسه. 666 رو به چرخونی میشه چند؟ 999. 252 رو به چرخونی میشه چند؟ 25. 69 رو به چرخونی میشه چند؟ 69 میشه بزن، دوباره معنی میده. خود 9 رو به چرخونی میشه 6. 6 هگزا، درسته؟ هگز در زبان لاتین یعنی جادو. تمام اینا معنی داره ها، اونایی که میدونن 69 چیه، خیلی بعضی میدونن، من نمیتونم توضیح بدم، شرم دارم ازتون. 52 معنی داره تمام اینا در شیطان پرستی. بگذارید عدد بعدی بگین 13، نه آخر عددش. چرا 13 برای اینا مقدسه؟ تو اروپا هم شماره صندلی‌ها به 12 که مثل میپره رو 14. آره همینه، مسیحی ها، اروپایی ها، نه خیر، مسیحی ها اینجا. چرا؟ برای هر دوتای ما نحس دلیل هم واسش داریم. برای اونها مقدس، جالب، برای یهودی ها و فراماسون. راست و دروغش کار ندارم، کتاب خودتون نوشته. شب 12 فروردین به شاه مشروب میدن، حکم اعدام هامان و تمامی دار و دسته و اطرافیانش رو میگیرن،
روز 13 فروردین این حکم اجرا میشه. 77,000 ایرانی رو قتل عام میکنن. خودشو گفتن. من عرضم اینه دوست عزیز من، تو دانشجوی منطقی صحبت بکن، علکی داد و بیداد نکن، منطق پژوهشی سند مدرک خیالم راحت. میگم یا کشتید یا نکشتید، تو کتابتون نوشتید، درسته؟ اگه نکشتید که تو کتابتون نوشتید، کشتید که همه کتابتون دروغه. پس غیر اینه من یه مثال نقص بده کردم دیگه، درسته؟ اگرم کشتید که بیجا کردید باید جوابشو بدید. چجوری الان یه هولوکاست رو علم کردیم واسه خودتون، بابای دنیا رو آوردید جلوی چششون؟ ریشی نمیتونه جلوی شما حرف بزنه؟ 77,000 ایرانی خودشون میگن 15 قوم ایران رو نابود کردیم. 77,000 ایرانی اون زمان، الان تو همدان مقبره دارن دوتاشون کنار هم دیگه. بعد از بیت المقدس، مقدس‌ترین محل برای یهودیان، قبر مردخای استره. میگن بیشترین خدمت رو به ما اینا کرد. برای این عزیزم 13 به در خونت میری بیرون در میری. 13 برای مسیحیه چرا نحسه؟ به خاطر اینکه 13 نفری که مسیح رو لو داد در شام آخر و ریختن بردن به صلیب کشیدنش کشتنش، یهودا جودایوس اسکاریوتی، یهودا اسکاریوتی یه یهودی بود، نفوذ دادن در مقابل 30 سکه نقره حضرت مسیح فروخت. نفوذی عزیزم، نفوذی، نفوذی سیستمشون اینه. و گفتم به من بگید ببینم دوستان، این پله های فراماسونی زمانی که داشتن، پله های معماره چند طبقه بودن؟ 3 طبقه دیگه، درسته؟ لذا 11 تمامی مزاربش خصوصا 11 ضرب داره 3 33. لوژ های فراماسونی 33 تا درجه داره. مثل کلاس اول شروع میکنی درس میکنی تا دکتر و پدر آدم جلو چشش تو این پله رو بری بالا، 33 تا هم نمیشه. فراماسونی رفت همجه، یعنی یک کسایی به رتبه 33 برسن شخصیت یعنی واسه خودشون ها جهانی هن. اینا جنگ اینا میخوان، قحطی اینا میخوان، بیماری هایی که تو دنیا رو میفته کیا کار همین است. مؤسسه CDC در واشنگتن آنفولانزا واسه درست میکنه، آنفولانزا خوکی بوزی هر چیزی رو نفلم اسم میذاره. نه مثلا ما ببینید زرنگه، زرنگه به لحاظ لبان شناسی. چرا؟ دو تا بمب اتمی که انداخت توی هیروشیما و ناکازاکی، یه نکته داشت عزیزم، خوب گوش کن. میدونی تو کجا اونا رو انداخت؟ هیروشیما و ناکازاکی. برای چی انداخت هیروشیما و ناکازاکی؟ برای چی؟ نکته من بهت میگم، هیروشیما و ناکازاکی در مدار 33 درجه زمین قرار گرفت. بعد اسمشون چی گذاشت؟ اولی گذاشت کید، یعنی چی؟ پسر بچه. دومی گذاشت فتمن، مرد چاق. دو نفری که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد.